بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوست عزیز، خوش آمدید به یک ویدیو جدید و یک موضوع جدید از چنل توفیق پیکان. در این ویدیو در رابطه با Introduction to Programming یعنی معرفی برنامه نویسی دوست عزیز در رابطه بهش گپ میزنیم. در این برنامه ما در رابطه با اساسات برنامه نویسی به لسان دری سخن میزنیم، میپردازیم و دوست عزیز و این کورس برای او محصلینی است و او دوستداران برنامه نویسی است که میخواین برنامه نویسی را یاد بگیرن و هدف از برنامه نویسی چیست او را هم بفهمند. زیجا عنوان اول ما هست که Introduction to Programming، یعنی هدف از پروگرامینگ چیست. دوست عزیز، قبل از اینکه در رابطه با زبانهای برنامه نویسی بپردازیم باید بدانیم که برنامه نویسی چی است، هدف از برنامه نویسی چی است، همراه برنامه نویسی ما چی کارا کرده میتونیم و کدام زبانهایی هستند که او را به نام زبانهای برنامه نویسی میگن. یه تعریف کرده و یا مشخص ساخته که برنامه نویسی چی است. برنامه نویسی دوست عزیز عبارت از وسیله است، گفته ایجا عبارت از وسیله است که از این طریق از این وسیله ما میتونیم که همراه کامپیوتر ارتباط برقرار کنیم، یعنی کدام هدایات و دستورات که داشته باشیم بالای کامپیوتر رو ما با آسانی تطبیق کرده میتونیم و کامپیوتر هم نظر به امو هدایات و دستورات بر ما نتیجه را نمایش میده و یا هدف از پیشش میگیریم. زبان برنامه نویسی عبارت از زبانی است که توسط آن برای کامپیوتر و موبایل، لپتاپ، تبلت و غیره و غیره چیزا ما برشان اپلیکیشن، پروگرام ها، سافتویر ها تنظیم میکنیم، جور میکنیم. برنامه نویسی بخاطر چی ساخته شده؟ این بخاطر ساخته شده که ما همراه کامپیوتر ارتباط برقرار کنیم، یعنی که بخاطر ارتباط برقرار ساختن با کامپیوتر این برنامه نویسی ساخته شده. مثل که دنیای عام اگر ما میخواهیم که یک تجارت پیش ببریم و یا یک کاروبار کنیم ما چی میکنیم؟ همراه مردم ها ارتباط برقرار میکنیم، میسازیم. اما قسم اگر میخواهیم که از کامپیوتر کار بگیرین، از او استفاده کنین، یک چیز بسازین، بالای از کدام هدایات و دستورات تطبیق کنین، دیگه از پروگرامینگ لنگویج و یا از پروگرامینگ استفاده میشود. در رابطه با types of programming language گپ میزنیم، یعنی انواع programming language. ایجا دوست عزیز گفتن که programming languages are divided into three types، یعنی گفته که به سه حصه و یا به سه نوع ایرا تقسیم کردن که نوع اولش از machine language. machine language چی است؟ machine language متشکل از صفر یک می باشه و ای زبان کامپیوتر است، یعنی فقط و فقط زبان کامپیوتر است و ایرا فقط و فقط قابل فهم کامپیوتر است. ایرا دیگه انسان ها زیاد کم هستند در روی دنیا که ایرا میفهمند، وجود از بعضی اگزمپل هایی که داده میشه اونمو را میفهمند، دیگه ایتو خاص مکملا کسی زیاد کم هستند که در رابطه با ماشین لنگویج بفهمند. دوم نوع زبان ما داریم دوست عزیز، او را اسمبلی لنگویج میگم. اسمبلی لنگویج ای در میان قرار داره، یعنی چه قسم از این کودهایش نسبش ماشین لنگویج است، نسب دیگهش های لول لنگویج است که یعنی ای هم قابل فهم انسان خیلی کم است و این زبان ها نیاز به ترجمان داره. ماشین لنگویج نیاز به ترجمان نداره، اسمبلی لنگویج نیاز به ترجمان داره که او را باز به نام اسمبلر میگه که ما یک عنوان دیگه داریم در سلاید بعدی انشاءالله گپ میزنیم. و دیگه زبان داریم دوست عزیز به نام های لول لنگویج، ایره میگم های لول لنگویج زبان عالی است، یعنی نزدیک به شباهت به انسان داره که یعنی انگلیسی می باشه. کل کدایزی به انگلیسی است که اگر کدای شما تماشا کنیم میتونیم از او یک چیزی فهم گرفته میتونیم، ولیکن از اسمبلی و ماشین لنگویج از اسمبلی باز هم یک چیزی شاید فهمش گرفته بتونیم، ولیکن از ماشین لنگویج هیچ نمیفهمیم که چی معنا میده، یعنی کد چی هدف داره و یا چی برنامه را پیش میبره، این را ما نمیفهمیم. ولیکن در اسمبلی لنگویج و در های لول لنگویج کاملا ما میفهمیم که از هدف از کد چی است و نتیجهش هم چی گرفته میشه. عنوان بعدی داریم ما ترجمان. ترجمان قسمی که گفته دوست عزیز در سلاید قبلی براتون گفتم که ماشین لنگویج که است فقط و فقط زبان اصلی کامپیوتر است که به ترجمان نیاز نداره، ولی اسمبلی لنگویج و های لول لنگویج این زبانهایی هستند که به ترجمان نیاز دارد تا کد های ما را ای بتوانه به ماشین لنگویج انترپریت کنه، یعنی ترجمهش کنه و بعد از او کامپیوتر امو دستوراتی که توسط کد ما دادیم او را قابل فهمش باشه و بفهمه و بعد از او دستورات ما را اجراات کنه. عبارت از یک پروگرامی از دوست عزیز که کد های زبان عالی یعنی های لول لنگویج و اسمبلی که امو گفتیم که میانجی او زبان ها را چی میکنه؟ کد هایش ترجمه میکنه به ماشین کد.
کود های های لول لنگویج و اسمبلی لنگویج با ماشین کود ترجمه میکنه. البته که با های لول لنگویج دو سایزیز ما را کمپایلر میگیم و هم ترانسلیتر و با اسمبلی لنگویج دو سایزیز ترجمانش به اسم اسمبلر را میگه که او هم اینمی تعریف داره، اینمی کارش است که اسمبلی لنگویج کود ها را میگیره با ماشین کود تبدیل میکنه تا کامپیوتر بفهمه که چی هدایت و چی دستورات دادیم که نظر به مو دستورات او اجرات و یا نتیجه را بر ما نمایش بده. اینجا دوست عزیز لیست از زبان های برنامه نویسی است که عبارت از سی است، سی پلاس پلاس است، به نام جاوا است دوست عزیز، پایتون است، سویفت است که به خاطر سافتویر ها و اپلیکیشن های آی او اس یعنی اپل و مکنتاش استفاده میشه و همچنان روبی از دوست عزیز که هم یک زبان برنامه نویسی قدیمی است که تا به حال خوب درخشیده است و مختلف مختلف برنامه ها توسطش نوشته میشه. دیگه داریم SQL languages یعنی Structured Query Language که زبان دیتابیس است. وقتی که او محصلینی که در دیتابیس برشته دیتابیس شوق دارن و میخوانن و شاید بدانن که SQL چی است و اگر نمیدانن قبل از قبل باید ببینن که اگر میخواین که دیتابیس خوب صحیح و در طریق درست شاید بگیرین دیگه باید SQL language بخوانین. و دیگه زبان داریم که به نام PHP است و این تنها نیز یک لیست معمولی است، به حد زیاد زبان های برنامه نویسی است که بسیارش درش مشهور. یک لیست خیلی کم است که تو زبان های برنامه نویسی بسیار زیاد هستند، فقط هم کدامایش که بسیار زیاد مشهور هستند امور ایجا ما لیست گرفتیم و انشالله بعد از این ویدیو یا در ادامه و خیر خوبی ما یک سریز یا یک سلسله آموزش ها را جور میکنم که در رابطه به زبان های برنامه نویسی است که اولش بخیر از سی پلاس پلاس است. دوستایی که سی پلاس پلاس کسایی که تقاضا دارن و میخواین انشاءالله این سیریز ما را تعقیب کنن و خدا کنه که برشان آموزنده باشه، یک چیز را یاد بگیرن. یک پرزنتیشن آماده ساختیم در رابطه به سی پلاس پلاس که او بخیر در نزدیکی ها تکمیل میشه و دانه دانه به چند بخش تقسیم شده. انشاءالله یک سیریز و یک سلسله از زبان برنامه نویسی که به نام سی پلاس پلاس است را شروع میکنم. خب به سلاید بعدی میریم و عنوان دیگه ما در رابطه با پروگرام. دوست عزیز اقدر پروگرامینگ گفتیم، حالا میگیم که پروگرام چی است، خود پروگرام چی است. اینجا تعریف کرده گفته که پروگرام عبارت از گروپ های یعنی منطقی، ریاضیکی و سیستماتیکی تنظیم شده و یعنی مدیریت شده هستند که با هم یک جا شده و یک کار مشخص را انجام میدهد. باز هم یک تکرار میکنم، پروگرام عبارت از گروپی از فنکشن های ریاضیکی، منطقی، سیستماتیکی تنظیم شده و یا مدیریت شده هستند که با هم یک جا شده و یک کار و یا چندین کار مشخص را انجام میدهد. بعد داریم زبان های های لول را باز کاتگوری بندی کردن که به دو کاتگوری است که اولش به نام پروسیجرال پروگرامینگ لنگویج. Procedural Programming Language دوست عزیز بخاطر فعلا اما قدر شما بفهمین که در Procedural Programming Language از کلاس و Object استفاده نمیشه، یعنی ما به شیوه شیگرا پروگرامینگ نمی کنیم، دهی فقط از فانکشن و پوینتر و و غیره و غیره کودها استفاده میشه، دهی کلاس و Object نمی باشه. Object Oriented Programming Language که هست دهی ما از شیگرا استفاده میکنیم که او از خود مختلف مختلف بخش ها داره که یکی به نام Data Abstraction است، Encapsulation است، Inheritance است و Polymorphism. یعنی از این چهار حصه ما کار میگیریم که تا یک برنامه شیگرا ما بسازیم و این به شیگرا که هست درس های Advanced Level هست. انشالله که از اساسات به Advanced Level رفتیم انشالله حتما این خواهد فهمیدیم. فقط آلی فعلا نمیخواد بفهمیم که Object Oriented Programming که از دهو از کلاس و Object استفاده میشه. بعد دوست عزیز عنوان داریم به نام IDE. IDE را Integrated Development Environment میگه، یعنی امو ساحه و یا امو محوطه است که دهو ما کودهای خود نشته میکنیم. هر برنامه نویسی یا هر زبان برنامه نویسی از خود IDE خاص داره و بعضی IDE های پروفیشنال هم هستند که او به زیاد برنامه نویسی ها کار میتن. دیگه IDE که خوبی داره او است که اگر ما کورای خود در نوتپد یعنی در یک ساده ایدیتر ایدیت کنیم دو بر ما ایرر یا این دوسته یه گفته گفته که It has built-in function یعنی IDE که هست از خود خود به خودی فانکشن هایی دارن که او چی میکنه دیباگینگ. دیباگینگ این معنی داره که یعنی
کدام جای کود که اگه مشکل داشته باشه رو بر ما ایررش نشان میده، وجهش میگه که چی مشکل است. یا کود کمپایلینگ، یعنی هم کود ما رو کسی کمپایل میکنه، ترجمه میکنه. این سینتکس هایلایتینگ، سینتکس ایره اگه ما رو بدیست که میخوانیم، سینتکس هایلایتینگ یعنی هم کدام به طریقی که ما نشته کردیم آیا او درست است یا خیر. اگر درست نباشه او رو بر ما هایلایت میکنه، نشانی میکنه که اینجا غلط است و یا اینجا مشکل داره. عنوان بعدی دوستان ازی سنتکس داریم. سنتکس زیاد سر خود به درد نبینیم، فقط همقدر بفهمیم که اگر در زبان های دنیایی فکر کنیم ریشه و یا هم ستون فقرات یک زبان که از گرامر است، درست است نیم. اما قسم در پروگرامینگ لنگویج هم سنتکس و نمو شیوه درست نوشته کردن کود و یا به طریقه نوشته کردن کود رو سنتکس میگه. و سنتکس های هر برنامه نویسی فرق میکنه، از بعضی ها یک رقم است ولیکن از زیادتر ها فرق میکنه. مثلا از سی، سی پلس پلس و جاوا یکم تومنه که زیادتر یک رقم هستن و بعد بعضی برنامه های دیگه با سنتکس فرق میکنه، یعنی هم طریقه نوشتار و بعضی چیزها فرق. خب دوستان عزیز، ای بود ویدیوی معرفی پروگرامینگ، معرفی مختصر پروگرامینگ. امیدوار هستم که یک چیزی یاد گرفته باشین. اگر یاد نگرفتین فقط یک دفعه دو دفعه ویدیو را ریپیت کرده ببینید، یک چیزی حتما می آموزین. امیدوار هستم که ویدیو خوشتان آمده باشه و کامنت لایک زیادتر نره. دوستای عزیز، چینلم به نام توفیق پیکان است در یوتیوب، میتونین اون را سبسکرایب کنین و هر انتقاد پیشنهادی که داشته باشین از طریق کامنت برام بگوین، انشاءالله حتما جوابش میدم. و دیگه وقت نمیگیرم، شما را به الله پاک بینیاز میسپارم. خدایا رو مددگار.